برادران کارامازوف جلد اول فصل سوم خانش دیبا رستگار عنوان ازدواج دوم و خانواده دوم فئودور پاولویچ اندکی پس از خلاصی از میتیای چهار ساله زن میگیرد ازدواج دوم هشت سال دوام میآورد. این زن را هم که نامش سوفیا ایوانا و بسیار جوان بوده از استان دیگر می گیرد. یعنی آنجا کاری داشته و با یکی از جهودان رفته بوده. با اینکه فئودور پاولویچ به باد نوشی و بیبندوباری می پرداخته، لحظه ای هم از سرمایه گذاری غفلت نمی کرده و ترتیب امور تجاریش را بسیار موفقیت و البته نه چندان پر انجام می سوفیا ایوانا دختر شماسی گمنام بوده و از کودکی یتیم و بیکس مانده بوده. در خانه بیوه ژنرال وروخوف پیرزن دولتمند و صاحب منزلتی که یک جا ولی نعمت و مربی و شکنجگرش بوده بزرگ شده بوده از جزیات بیخبرم همینقدر شنیدهام که دخترک یتیم را که از حلم و مهربانی عین گوسفند بوده یک بار از تنابی که خود را با آن حلقاویز کرده بوده پایین میآورند بس که در رنج و عذاب بوده از نیق زدن های بی پایان این پیرزن که از قرار معلوم تیره دل نبوده منتها از بیکاری بیدادگر نابکاری شده بوده فیودور پاولویچ از او خواستگاری می کند بعد از پرسجو درباره وی به دامادی قبولش نمی کند اما باز هم مثل ازدواج اولش به دخترک که یتیم میگوید بیا تو با هم فرار کنیم جای ذره تردید نیست که اگر دخترک شناخت بیشتری از او پیدا می کرده، تن به ازدواج نمی داده. منتها محل زندگیش استان دیگری بوده. وانگهی دخترک شانزده ساله در این باره چه می داند جز این که برایش بهتر بوده ته چاه باشد و پیش ولی نعمتش نباشد. پس دخترک ولی نعمتی را با ولی نعمت دیگری این بار از جنس زکور عوض می کند. فئودور پاولویچ این بار یک پول سیاه هم آیدش نمی شود چون بیوه ژنرال از دستشان کفری بوده به آنان چیزی که نمیدهد هیچ تازه نفره نشان هم میکند. اما فئودور پاولویچ به جهیزی دل نبسته بوده زیبایی فراوان دخترک و مهمتر از آن نمود معصومش دل و دینش را برده بود و برای این آدم شهوت پرست و فاسدی که تا آن وقت زیبارویان چاق و چله مورد پسندش بودند کشش خاصی داشته. بعدها با پوزخند چندشاورش میگفته آن چشم های معصوم جانم را مانند تیغ شکافت. و این در آدم هرزهی مثل او معنایی جز کشش شهوی ندارد. چون سوفیا جهیزیه نداشته و او را به اصطلاح از تناب گرفته بوده. پای خطبه عقد حاضر نمی شود. کاری می کند که سوفیا احساس کند در حق او جفا کرده. آن وقت از حلم و فرمان برداری ذاتیش سوء استفاده می کند و بر حرمت های اولیه ازدواج پا میگذارد گذارد. زنان بیبند و بار را در خانه اش جمع می کند و در حضور زنش به فسق و فجور می که خصیصه بارزی است. درباره گریگوری نوکر افسرده و احمق و یکدنده و معارض جوی او بگویم که چون از بانوی اولش آدلایدا ایوانا همیشه رو گردان بوده طرف بانوی تازه اش را می گیرد. از او جانب داری می کند. پاولویچ را به شیوهی که در شعن نوکرنی سرزنش می کند و تازه یک بار هم به سات ایشونوش را برهم می زند و زنان هرزه را از خانه بیرون می راند. در پایان این زن جوان ناشاد که از کودکی در چنبر خوف بوده به آن نوع بیماری عصبی مبتلا می شود که اغلب دامنگیر زنان روستایی می شود و میگویند گویند جنزده شده است. گاهی پس از حمله های عصبی شدید عقلش را هم از دست می داده. با این همه برای فئودور پاولویچ دو پسر می آورد ایوان و الکسی اولی را نخستین سال ازدواج و دومی را سه سال بعد وقتی می میرد الکسی کوچولو چهار سالش بوده و هرچند عجیب می نماید که تمام عمر مادرش را به یاد می آورده البته مانند رویا با مرگ وی بر سر دو پسر کوچک همان می آید که بر سر میتیا برادر بزرگشان پدر آنها را هم به کلی از یاد می برد و به خود با می نهد. زیر نظر آقای گریگوری قرار می گیرند و در کل به زندگی می کنند همینجا بوده که بارآورنده مادرشان بانوی پیر ظالم پیدایشان می کند او هنوز زنده بوده و در تمام آن هشت سال توهینی را که به او شده بوده از یاد نبرده بوده تمام آن مدت را به کسب به اطلاعات دقیق ان در شیوه زندگی صوفیش مشغول بوده و با شنیدن خبر بیماری و محیط ناباب زندگی او دو یا سه بار به صدای بلند به ندیمه هایش میگوید حقش بود به خاطر ناسپاسی خدا عقوبتش کرده است درست سه ماه پس از مرگ سوفیا ایوانا بیوه جنرال در شهر ما سبز می شود و یک راست به خانه فئودور پاولویچ می رود. نیم ساعتی بیشتر در شهر ما نمی ماند اما کار زیادی می کند. شامگاه بوده. فئودور پاولویچ که بیوه ژنرال در آن هشت سال ندیده بودش مست به خانه می رود. روایت می کنند که بیوه ژنرال با دیدن او به هیچ توضیحی دو سیلی آبدار بر صورتش می نوازد. موی سرش را می گیرد و سه بار حساب گوشمالیاش میدهد آن وقت به هیچ کلمه ای یک راست می روید. کلبه سراغ دو پسر. در همان نگاه اول که آنها را نشسته و جام چرکین می بیند، مشتی هم حواله گوش گریگوری می کند و پس از اعلام این نکته که هر دو بچه را با خود می برم، آنها را درست به همان صورت که بودن در پلاسی می و توی کالسکه می گذارد و رو به شهر خودش می نهد. گریگوری مانند بره وفادار مشت را نوش جان می کند و لب از لب باز نمی کند. و هنگامی که بانوی پیر را تا کالسکش همراهی می کند تعظیم کوتاهی می کند و با احساسات تمام اظهار می دارد خدا به شما عوض خیر بدهد بانوی پیر همچون که دور می شده فریاد می زده هرچی بگویی بازم آدم کل پوک هستی فیادور پاولویچ خوب که فکر می کند می بیند زیاد هم بد نشد از ابراز رضایت رسمی به هر گونه پیشنهاد در خصوص تحصیل بچه ها هم به بیوه جنرال مزایقه نمی کند. از سیلی های هم که خورده بود چه بگویم که سواره به سراسر شهر می رفت و داستانش را می گفت. از غذا بانوی پیر پس از این واقعه می زند و می میرد. منتها در وسیعت نامهش برای هر یک از پسرها هزار روبل ماترک میگذارد. برای تحصیل آنان و به گونه ای که تمام مبلغ منحصرا خرج آنان شود با این شرط که طوری تقسیم شود که تا سن 21 سالگیشان دوام بیاورد چون برای چنان بچه هایی از ذخیره لازم بیشتر است اگر دیگران دور پولشان را مناسب می دانند بگذار چنان کنند و غیره و غیره خود من وسیع نامه را نخونده بودم اما شنیدم چیز غریبی از این دست بوده و طرز نگارش آن هم عجیب بوده وارث اصلی یفیم پتروویچ پولیانوف رئیس تشریفات محلی آدمی درست کار از در می آید. به فئودور پاولوویچ که نامه می نویسد و پی می برد که برای تحصیل بچه ها یک پاپاسی هم نمی تواند از او بیرون بکشد هرچند فودور پاولویچ هیچگاه به طور مستقیم مزایقه نمی کرده بلکه به شیوه همیشگیش در چنان مواردی کوتاهی می کرده و در حقیقت گاهی هم بسیار دلنازک می شد. نسبت به یتیم ها علاقه خاصی پیدا می کند خاصه به پسر کوچکتر الکسی که از زمانی دراز مانند یکی از اعضای خانواده نزد او به سر می برد. از خواننده تقاضا دارم به این نکته از همین آغاز توجه کند. اما پسرها به خاطر تحصیل و بار آمدنشان به یفیم پتروویچ که از نظر سخاوت و انسانیت بینظیر بوده بیش از هر دیگری مدیون بودند دو هزار روبلی را که بیوه ژنرال برایشان بر جا گذاشته بوده دست نخورده نگه میدارد در نتیجه به سن بلوغ که میرسند حسهشان با انباشت سود دو برابر شده بوده هر دو را به هزینه خودش باسواد می کند و به یقین برای هر کدامشان بیش از هزار روبل خرج می کند. فعلا وارد شرح تفصیلی نوجوانی و جوانیشان نمیشوم و جز چند رویداد بسیار مهم را یادآور نمیشوم از پسر بزرگتر ایوان همینقدر میگویم که دژم و محتاط هر چند به دور از کمرویی بار میآید در ده سالگی پی میبرد که در خانه خودشان به سر نمیبرند بلکه از سفره احسان دیگران میخورند و پدرشان هم آدمی است که هم سخن شدن با اون ننگاور است و غیره و غیره این پسر بسیار زود تقریبا در کودکیش دست کم چنین میگویند استعدادی درخشان و غیرعادی برای یادگیری از خود نشان میدهد دقیقا نمیدانم چرا اما خانواده یفیم پتروویچ را هنگامی که سیزده سالش هم نشده بود ترک می کند. وارد یکی از دبیرستان های مسکو می شود و در منزل معلمی مجرب و نامآور از دوستان قدیمی یفیم پتروویچ اقامت میگزیند. ایوان بعدها این موضوع را نتیجه شوق یفیم پتروویچ به کردار نیک قلمداد می کند. چون ذهن این شخص مسخر این انگار بوده که نبوغ پسرک را بهتر از معلمی نابغه پرورش دهد. اما مرد جوان دبیرستان را که تمام می کند و به دانشگاه راه می یابد پتروویچ و آن معلم هیچ کدام زنده نبودند. از آنجا که یفیم پتروویچ برای پرداخت مردری که بانوی ظالمه پیر ترتیبی نداده بود ریگی که از هزار به دو روبل افزایش یافته بود به لحاظ تشریفات ناگزیر در روسیه به تأخیر میافتد و مرد جوان در دو سال اول تحصیل در دانشگاه با تنگ روبرو می شود. لازم به یادآوری است که حتی در صدد نام نوشتن به پدرش هم بر نمی آید. شاید از غرور، از نفرت یا شاید هم از روی غریزه. ای که حکم می کرده دست چنان پدری به یاری بر نمی خیزد. به هر تقدیر مرد جوان به هیچ روی دل از کف نمی دهد و موفق به گرفتن کار می شود. نخست با دست دادنهای ارزان قیمت و پس از آن با نوشتن واقعه های خیابانی در روزنامه ها با امضای شاهد عینی گفته می شود که این نوشته ها به قدری جالب و نیشدار بودند که به زودی مشهور عام می شود. تنها همین تفوق مرد جوان را در نظر و عمل بر توده دانشجویانی نیازمند و نگونبخت نشان می دهد که دوروبر ادارات روزنامه و مجله می پلکیدند و نمی توانستند به چیزی بهتر از تقاضاهای بیپایان برای استنساخ یا ترجمه متون فرانسه فکر کنند. ایوان فئودروویچ پس از اینکه یک بار با سردبیران جرایه تماس می گرفته دست از برقراری ارتباط بر نمی داشته. و در سالهای آخر دانشگاه کتابگزاری های درخشانی درباره موضوعات خاص و متنوع منتشر می کند و در نتیجه در محافل ادبی سرشناس می شود. منتها در آخرین سال دانشگاه موفق می شود نظر خوانندگان بیشتری را به خود جلب کند تا بدان حد که مورد توجه مردمان بیشماری می شود و در یادها میماند. این واقعه واقعی شگفت بوده. ایوان فئودورویچ پس از اتمام درس با 2000 روبلی که داشته در تدارک رفتن به خارج بوده که در یکی از مجلات بسیار مهم مقاله عجیبی منتشر می کند آن هم در موضوعی که به نظر چیزی از آن نمیدانسته چون دانشجوی علوم طبیعی بوده و توجه همگانی را برمی انگیزد. سر و کار مقاله با موضوعی بوده که در آن زمان بحث روز بود موقعیت دادگاه های کلیسایی وی پس از توضیح نظریاتی چند درباره این موضوع به بیان نظریات خودش پرداخته بود چیزی که مقاله را برجسته می کرده لحن آن بوده و پایان غیر منتظرش. بسیاری از کلیساگران ایوان را طرفدار بیچون و چرای خود تلقی می کنند و با این همه گذشته از طرفداران عرفیگری ملحدان نیز در ستایش خیش با آنان هم نوا می شوند. عاقبت ادعی از نکتدانان نظر میدهند که مقاله جز نیشخند و ریشخند جسورانه چیز دیگری نیست این واقعه را به خصوص یادآور میشوم چون مقاله در همان زمان به صومعه مشهور در همسایگی من راه یافت و صومعه نشینان که به مسئله دادگاه های کلیسایی توجه خاص داشتند از آن متحیر شدند اسم نویسنده را که دانستند به این نکته هم علاقمند شدند که او بومی شهر ما و پسر یارو فئودور پاولویچ است و درست در همان هنگام بود که سر و خود نویسنده در میان ما پیدا شد یادم است این سال را که چرا ایوان فئودورویچ به میان ما آمده بود حتی آن زمان هم با نوعی تشویش خاطر از خود پرسیده بودم این دیدار پرسرنوشت را که اولین گام منتج به بسیاری عواقب ناگوار شد هرگز به کمال برای خود روشن نکردم در صورت ظاهر عجیب می نمود که جوانی آن همه باسواد، آن همه مغرور و به ظاهر آن همه محتاط ناگهان به سرکشی چنان خانه ننگالود و چنان پدری بیاید که سراسر عمر از او چشم پوشیده بود. درست نمیشناختش. ذره ای به فکرش نبود و تحت هیچ شرایطی به او پول نمی داد. هر چند همواره ترسان بود که ایوان و الکسی هم بیایند و تقاضای پول کنند. و حالا این مرد جوان آمده در خانه چنان پدری لنگر انداخته دو ماهی را با او به سر آورده و با هم حسابی کنار آمده بودند این واقعیت اخیر مایه شگفتی بسیاری اشخاص و همچنین خود من شده بود قضا را پیترو الکساندروویچ میوسوف عموزاده نخستین زن فودور پاولویچ که از او سخن به میان آوردیم برای سرکشی املاک باز همین طرف آمده بود از پاریس آمده بود که وطن دائمیش بود یادم هست وقتی با این مرد جوان که بیش از اندازه مورد توجهش قرار گرفت و گاهی هم با او از در مشاجره فکری در آمد آشنا شد بیش از دیگران به شگفتی افتاد می گفت مغرور است هیچگاه مزیقه مالی نخواهد داشت به اندازه کافی پول دارد که حالا به خارج برود اینجا چه می خواهد؟ همگان میدانند برای پول نیامده چون پدرش پولی به اون می نمیدهد سلیقه مشروب و ولخرجی هم که ندارد با این همه پدرش بی او کارش زار است با هم خیلی خوب میسازند حقیقت هم همین بود مرد جوان نفوذ بیچون و چرایی روی پدرش داشت به نظر می آمد پدرش آبرومندانه تر رفتار می کند تازه گاهی حاضر است از پسرش اطاعت کند گوین که اغلب اوقات خودش را بسیار بسیار متمرد نشان میداد. بعدها بود که فهمیدیم ایوان فئودورویچ تا اندازه ای به تقاضا و به نفع برادر بزرگش دیمیتری فئودورویچ آمده بود. بار اول هم بود که او را میدید هرچند پیش از ترک مسکو درباره موضوعی مهم که بیشتر به دیمیتری فئودورویچ مربوط میشد تا به خودش با او مکاتبه کرده بود. به موقع خود خواننده را در جریان چند و چون این موضوع قرار خواهم داد با این همه حتی وقتی هم از این وضعیت خاص باخبر شدم همچنان حس می کردم که ایوان فیودورویچ آدمی مرموز است و آمدنش را همچنان توجیه ناپذیر می انگاشتم. که ایوان فیودورویچ تا آن زمان در قیافه آشتی دهنده و میانجی پدر و برادر بزرگش دیمیتری فودورویچ که نزاع علنی با پدرش داشت و حتی در صدد بود از او به دادگاه شکایت کند ظاهر شد. تکرار می کنم که اعضای خانواده نخستین بار بود به هم می رسیدند و بعضی از آنها به عمرشان بار اول بود یکدیگر را می دیدن. برادر کوچکتر الکسی فودورویچ یک سالی می نزد ما آمده بود چون اول از همه رسیده بود. از این برادر است که در این مقدمه پیش از آوردن او به صحنه رمان سخن گفتن را دشوارتر مییابم با این همه باید پیشتر آمدی از او به دست بدهم تنها اگر برای توضیح یک واقعیت غریب هم که باشد و آن اینکه باید قهرمان آینده رمانم را در خرقه مرید به خواننده معرفی کنم آری پارسال به صومعه ما آمده بود و گویا میخواست تا پایان عمر در آنجا معتکف شود